سلام دوستای عزیز، به یه قسمت دیگه از شیمو تیوی خوش اومدید. امروز بیوگرافی نیکبخت واحدی، بازیکن جنجالی سابق تیم‌های استقلال و پرسپولیس رو با هم بررسی می‌کنیم و از شروع فعالیت فوتبالی تا ازدواجشون رو براتون شرح میدیم. پس لطفاً جایی نرید و مثل همیشه ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار اون رو جهت اطلاع از ویدئوهای بعدی ما بزنید. علیرضا واحدی نیکبخت 40 ساله، بازیکن سابق و مربی فوتبال، در 8 تیر 1359 در مشهد متولد شد. او اولین فرزند خانواده است. شغل پدرش خیاطی و تولیدی پوشاک بود و مادرش خانه‌دار و البته هنر آرایشگری هم داشته است. شغلی که در دوران کودکی بهش علاقه داشت دکتر شدن بود، اما در دوران نوجوانی ورزش را با والیبال شناخت. او بعد از مدتی والیبال را کنار گذاشت و وارد دنیای فوتبال شد. بازی‌های خوب و فیزیک مناسب موجب درخشش او در مسابقات آموزشگاهی شد. سر از تیم باشگاهی راون درآورد و بعد از 2 ماه تمرین در اولین مسابقه باشگاهی در سطح جوانان مقابل ابو مسلم، معتبرترین تیم فوتبال خراسان به میدان رفت. درخششش در بازی اول ابو مسلم در سال 77 باعث دعوتش به تیم ملی جوانان شد. سپس تجربه 1 ساله و موفقیت‌هایش موجب شد در سال 78 به استقلال تهران دعوت شود. او در فصل 85-86 از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران، پس از اینکه باشگاه استقلال تلاشی برای حفظ او نکرد، بعد از 6 سال حضور در تیم استقلال تهران از این تیم به باشگاه پرسپولیس پیوست. نیکبخت واحدی هم مانند علی انصاریان و مهدی هاشمی نسب جز معدود بازیکنانی بود که برای هر دو باشگاه مطرح استقلال و پرسپولیس بازی کرد و حواشی فوتبال او بین هواداره تیمها کم نبود و گاهن هم مورد بیمهری قرار گرفت. او 13 دربی با پیراهن استقلال و 6 دربی با پیراهن پرسپولیس و جمعاً در 19 دربی بازی کرده است. این فوتبالیست جنجالی بعد از حضور موفق در پرسپولیس برای همیشه از فوتبال خدافظی کرد. او 8 سال بازیکن استقلال بود و 4 سال هم برای پرسپولیس سوب زد، اما خودش رو استقلالی میدونه. نیکبخت در مدلینگ هم فعالیت دارد و به عنوان مدل تبلیغاتی با برندهای معروف همکاری دارد. وی تجربه بازیگری هم دارد و از طریق خانم سپیده میرحسینی برای حضور در یک فیلم کوتاه به عنوان مدل و مانکن انتخاب شده بود که قرار بود در جشنواره فیلم کن به نمایش در بیاید. اما زندگی خصوصی آقای خاص فوتبال ایران هم بی‌حاشیه نبود و 2 ازدواج ناموفق داشته. ازدواج اول او بعد از آشنایی با دختری از فیسبوک به 3 سال نرسید که به طلاق ختم شد و به خاطر اینکه خانه و ماشین و خیلی اقلام دیگر را به نام همسرش کرده بود، ضرر مالی هنگفتی کرد. نیکبخت پس از مدتی و بعد از ازدواج اولش در یک رابطه عاشقانه دیگر با دختری که 12 سال از خودش بزرگتر بود، 6 سال بدون ازدواج زندگی کرد، اما شریکش حاضر به ازدواج نشد و به ایتالیا رفت. علیرضا نیکبخت واحدی، بازیکن اسبق استقلال و پرسپولیس، همواره در دوران فوتبالش پرحاشیه بوده و همچنان هم در رأس اخبار حضور دارد. صبح امروز فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌دهد نیکبخت به جرگه متأهلین پیوسته و در شرایط کرونایی عروسی گرفته است. در حالی که منابع رسمی اعلام کردند که کرونا در ایران وارد پیک دوم شده، برخی کاربران از برگزاری جشن عروسی نیکبخت واحدی انتقاد کردند. طبق گفته سخنگوی وزارت بهداشت، مواردی گزارش شده که در یک مراسم عروسی 120 نفر به بیماری کرونا مبتلا شدند. به هر حال امیدواریم که مراسم ایشون با رعایت نکات و پروتکل‌های بهداشتی برگزار شده باشه و براشون آرزوی خوشبختی داریم. مرسی که با ما همراه بودین. یادتون نره ما رو سابسکرایب کنین و نظرتون رو راجع به ازدواج در شرایط کرونایی برای ما بنویسید. شاد و سربلند باشین. تا دیداری دیگر، بدرود.